سلام و فراخبر خوش آمدید در این برنامه. همدلی سیاستگران با دشمنان دولت افغانستان، خدمت به دایه پاکستان یا دشمنی با امریکایان؟ حامد کرزی از حمایت طالبان چی فایده میبرد؟ کرزی صاحب کی گپار میزنه؟ نی کرزی 13 سال دمیج حکومت کرد. کرزی تو نوردی، من نوردم، این نورد، آن نورد. کرزی امی امریکا بود. مردم هند برای زندان رفتن پول میدهند. گفته های حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در حمایت از طالبان با واکنش های گسترده مردم و محافل سیاسی مواجه شده است. آقای کرزی در مصاحبه گفته طالبان شهروندان افغانستان هستند و حق دارند بخش های از کشور را در تصرف خود درآورند. اما اکنون بسیاری ها به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این گفته های حامد کرزی را برخواسته از عقده هایی که دارد تلقی می کند. رئیس اجرایی تاکید می کند که دفاع نیروهای دولتی در برابر طالبان و دیگر گروه های هراس افغان مشروع است و کسانی که به حمایت از دشمنان مردم افغانستان می پردازند باید مورد بازپرس قرار گیرند. اما سیاستگری که 14 سال بر رهبری دولت ضد گروه طالبان را بر عهده داشت اکنون چرا به همدلی با این گروه میپردازد؟ برای بحث بیشتر در این باره مولانا فرید آگاه مسائل سیاسی و عبدالقادر زازای وطن دوست نماینده مجلس اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای زازای، همدلی حامد کرزی نسبت به طالبان را چگونه میبینید و این گونه موضع‌گیری ها در واقع چی معنا میتونه داشته باشد؟ شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت بینندگان تلویزیون طلوع و طلوع نیوز و دوستایی که شما در میل هستین. اگر باید داشته باشین، ما در بسیاری از میزهای خود طالبان را به چند کتگوری تقسیم کردیم. اکثرا سیاسون افغانستان و بزرگ مردان افغانستان و همی کسای دوستایی که شما ما شما سرش بحث میکنیم برای زنا هم و اینا هم شاید امیر قبول کرده باشه که طالب یک گروه نیست و با یک گروه ما باید دوره نگوییم. همه طالبا چند گروه است، چند گروه است و چند گروه به دسته تقسیم شدن که گروه های طالبایی که خارجی است، پاکستانی است، پنجابی است، چچنایی است، تاجیکی است، ازبکی است، عربی است، از هر جایی که هستند. یک دسته واس که یک حلقه استخبارات منطقه اونا را در دست خود گرفتن و از اونما سوء استفاده میکنه به نام طالب و در افغانستان تمام انتحار، انفجار و کشت و خونه اکثریتشه، 80% 90%شه توسط ازمی طالبا اینا میکنن. طالبان افغانی هم در کنار اینها در برابر دولت افغانستان میجنگن در همسویی بله. و تبانی با این گروه بله. دسته دیگه که به نام طالبان افغانی یاد میشه بله. که بر از اونا 14 سال یا 15 سال یا تا حال را به نام شورای عالی صلح یک شورا جور شده و حال هم اونا اینا ها هر وقت سرشان صدا میکنه که بیان که به میز مذاکره بشینیم و صلح بکنیم و جنگ که از راه حل نیست. اگر مقصد و مطلب جناب رئیس جمهور سابقه ما شما کرزی صاحب ای باشه که طالبایی که افغانی هستن و طالبایی که اونا مذاکره را قبول میکنن، اونا صلح میخواین و میخواین در افغانستان بین با افغانا زندگی بکنن مثل که با جناب حکمتیار صاحب یک تفاهم نامه سیاسی یا هر چیزی که میگن امضا شد، اگر این طالبا مقصدش باشه ما فکر نمی کنم که کدام گپ نمی باشه که مردم مورا مثلا اور یک بریکینگ نیوز بگویه یا مردم سر ازو بحث بکنه. حالا چی تفاوت میان طالبان افغانی اگر... و طالبان بیرونی وجود داره آقای زازایی؟ ببینن ما تفاوت چون تفاوت خود این گپای ما نفهمیدن ما در کجاست عملا هر دو تفاوت همی است که گفتم طالب که طالبان داخلی در برابر دولت می جنگن. ببینن نه در برابر دولت، در برابر مردم، در برابر ملت که می جنگه اونمو طالب خارجی است. اما طالبان افغانی مصروف چی هستن طالب... در جبهه های جنگ در برابر طالب... نیروهای دولتی؟ طالب افغانی که مذاکره می خواهد، مصالحه می خواهد و می خواهد که بیای مذاکره و مصالحه کنه با او باید اینا بشینن امرایشان بشینن. فکر نمیکنین که طالبان افغانی طالبان خارجی را پناه دادن و در کنار خود تحمل کردن، پذیرفتند و در همکاری با همین گروه ها در برابر دولت می جنگند؟ حالا طالبان افغانی به گفته آقای کرزی حق دارن بخشای از افغانستان در تصرف خود در آورند. من این رد میکنم. اگر این حق کسمی تبرش اول خود صلاحیتش نیست. چرا آقای کرزی این گونه اظهار نظر دارد؟ خب من خوایندش نیستم. ما با تحلیل کنم سرش. شما چی فکر میکنین؟ حالا طالبان دولت افغانستان آقای زازی دشمنان مردم افغانستان
معرفی کرده، درست است؟ چرا آمد کرزی از دشمنان مردم افغانستان حمایت میکند؟ خب این سوال مردم افغانستان است. دشمن مردم افغانستان خو کسایی که در می 14 سال می جنگید اونا را هم یاد میکردن. چرا امروز همراهشان ششتین مصالحه کردین و تفاهم نامه کردین؟ صحیح؟ ما چی میگم؟ من میگم که هر کسی که اگر طالب باشه، اگر حزب اسلامی باشه، اگر جمعیت باشه، اگر احمد باشه، اگر محمود باشه، که مخالف ازی مردم افغانستان، مخالف نظام افغانستان، مخالف مردم بیگناه افغانستان میجنگن، او برای ما درست نیست. شده و میان دو طرف توافقنامه صلح امضا شده، بخشای از افغانستان برایشان داده نشده، درست است؟ آقای کرزی، کسی که شما اشاره کردین، آقای کرزی گفته طالبان حق دارن بخشای از افغانستان را در تصرف خود درآورند. نه، این گپ را اگر زده باشه من رد اگر میکنم. اگر زده باشه، مطمئن نیستین که این گپ زده؟ من شما شنیدیم. مگر شما نشنیدین آخرین مصاحبه آقای کرزی؟ من شما شنیدیم. من نشنیدم. اگر شما نماینده مجلس هستین، اگر اینا ببینن، اگر اینا این رقم گفته باشه و تحلیلش راستی هم چیزی که شما میگین نمی باشه که طالب حق داره که در یکی از ولایت‌ها بیاید مسئله بیاید، این مراد میکنم، این بیخی غلط است. ما اجازه نمیتیم و در نظامی که طالب که مخالف از این نظام میجنگه، طالبی که پیشتر تبرتان تشریح کردم که اونا مردم افغانستان بیگناه به قتل میرسانه، به هرگز در خاک افغانستان نه که زور ما برسه در مخاک پاکستان هم نمیمانه بشه. طالبان افغانی حق دارن مردمان را بکشن؟ نه خیر. خب میکشن هر روز، میبینین شما. او حکومت میکشه، وام اجازه نداره که در افغانستان زندگی کنه. وارم باید بزنه در هر جایی که هست، ورغم راش باید ما مبارزه بکنیم و بزنیمش. و هر کسی که طرفدار او طالبی است که او مردم افغانستان، ببین ما بار بار تکرار میکنم، شما سوال دیگه طرف میبرید، هر کسی که اگر طالب باشه، گفتم احمد باشه، محمود باشه، که مخالف نظام مردم افغانستان و مخالف مردم افغانستان و کشتار افغانستان میگه، ما مخالف از او هستیم، او را اجازه نمیتیم. در اینجا گفتیم در خاک افغانستان چی که در هر خاکی که باشه ما علیش مبارزه میکنیم. سپاسگزارم آقای مولانا. شما احتمال داره شنیده باشین آخرین مصاحبه آقای کرزی با بی بی سی. شما چه برداشت دارین از این حرفای حامد کرزی رئیس جمهور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان محترم و خدمت جناب زازی سوانچنان. اما جناب زازه ملابت نمی کنم، خودشان اعتراف کردن که ما مصاحبه را نشنیدیم، اما ما دقیق مصاحبه آقای کرزی با بی سی هم دیدم و هم شنیدم. زمانی که خبرنگار بی بی سی از آقای کرزی پرسان میکنه که پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی از اردوی ملی افغانستان نباشد، ممکن طالبا چندین ولایت سقوط بدن، آقای کرزی بلا درنگ در جوابش میگه آیا طالبا افغان نیستند؟ حق ندارند که تعدادی از ولایت‌های افغانستان در اختیارشان باشد. حتی خبرنگار بی بی سی بهت زده میشه، دوباره سوال میکنه، فکر میکنه که میشه آقای کرزی اشتباه کرده باشن یا ما اشتباه فهمیده باشم. بازم آقای کرزی با کمال وقاحت دیده درایی بازم واضح میسازه که چرا ما با پشتیبانی امریکایی‌ها بریم طالبای افغانی را سرکوب بکنیم. حق دارن در ولایاتی به دست از اونا باشه، ما نباید به زور امریکایی ها اونا را از ولایت بیرون بکنیم. این واضح صحبت های آقای کرزی است. ببینید تأسف در کجاست؟ تأسف در اینجا است که ما از دولت باید اینطور آرزو می داشتیم تا از ما و آقای زازی که در برابر همچک اظهاراتی که واقعا یک وقاحت ملی است، خیانت ملی است، خیانت به خون تمام سربازان و شهدای افغانستان است که ظرف 14 سال در جبهات داغ تحت قمانده سرقمندان اعلای به نام کرزی به شهادت رسیدین، خیانت به خون از اوناست که ما به طالبان افغان میگوییم و داشتن چند ولایت در اختیارشان حق افغانیتشان میدانیم. ببینین این واقعا این سیاست مدار به نام این تو سیاست مدار یک سیاست مدار وقیه میگن. وقیه معنیش ایست که آدم پر رو، آدم دیده درا، آدم شوخ چشم، آدمی که گذشته خود فراموش کرده. آیا اگر واقعا طالبا افغانستان حق دارن زندگی کنن، خود چرا با اسپیشال فورس امریکایی در ارزگان پاون شدی و علیه از اینا جنگ آغاز کردی؟ یک موضوع. و دومی که چطور خودت لازم دیدی که طالبا را شکست بدی به جایش به رئیس جمهور افغانستان شوی؟ و چطور خود 14 سال به پشتیبانی امریکایی ها
در اینجا به اریکه قدرت تکیه زدی. بنابراین آقای کرزی به نظرم یک سیاست مدار فرصت طلب است. خب چرا این گونه از طالبان حمایت میکنه آقای مولانا؟ خب ای ما ایتون میگم سیاست مدارای فرصت طلب زمان آقای کرزی بسیار تلاش داشت تا نماینده طالبان در سازمان ملل شود و زمان جدید طالبان بختشان میره به طرف واژگونی آمد با اسپیشال فورس امریکایی در ارزگان مبارزه علیه اینا شروع کرد و همچنان امروزی که امریکایی‌ها با آقای کرزی پشت کردین دوباره میخواهد که کدام آب نان از طرف طالبان به دست بیاره. اما تمام از این خیانت ملی است، خیانت به خون سربازان اردوی ملی، شهدای ملکی و نظامی افغانستان است. بنابراین ما از دولت افغانستان توقع دارم که چرا دولت افغانستان به ارتباط آقای کرزی موقف رسمی نداره؟ این اظهارات اظهارات ساده نیست. این اظهارات خون او سربازی که فیران در هلمند، در قندهار، در پکتیا، پکتیکا، قندوز در برابر جنایتکار به نام طالب می جنگد. پس او چطور جرات میکنه که خون خود را بریزاند در صورتی که طالب حق داشته باشه چندین ولایت در اختیار باشه و طالب افغان هم است. آقای زازی، حالا به گفته آقای مولانا، کسی که با دشمن و مردم افغانستان، با دولت مردم افغانستان تبانی می کند، به دفاع و حمایت از طالبان می پردازد، در واقع خیانت ملی را مرتکب شده. از لحاظ حقوقی شما چگونه می بینین این مسئله را؟ در واقع حامد کرزی با این حرفایش چه نوع جرم را مرتکب شده؟ خب خیانت ملی در قانون اساسی تعریف شده. چیزی که تعریف است من فکر نمی کنم به این رقم اگر باشه، خب در افغانستان تا امروز از فکر میکنم تمام سیاسون ما، همین سیاسونی که خصوصا در میزای گرد با ما میشینه و ما امرایشان میشینیم، اگر این رقم باشه، ای تو گپای را ما در این میزای گرد شنیدیم که باید تمام سیاسونی که در میزای گرد است و در داخل است و در بیرون اپوزیسون است، همگیشان به نام خیانت ملی همگیشان حالا باید محکمه میشد. تعریف در قانون اساسی رقم نیست. شاید تحلیل گپای جناب رئیس جمهور سابقه کرزی صاحب درست نشده باشه. شما لطف کنین یک بار ما خواهش میکنم. یک بار ما خواهش میکنم. شما میخواستین در اخیر برنامه جریان مصاحبه؟ نه، من خواهش میکنم. نه، گپ ما گوش کن، من راه حل میگم. یک بار خود شما برین با کرزی صاحب تماس بگیرین، یک مصاحبه اختصاصی در این مورد امرایشان بکنین. ببینید شما یکی خود تو راست، یکی تو راست که اگر در این مورد از نه یکی رقم است که اگر ما میخواییم که فکر نمیکنیم کالا کرزی باید مورد بازپرس قرار بگیرد به گفته آقای مولانا؟ ببینید ما گپ خدا خلاص کنم. آقای زازایی، با گفته آقای مولانا کرزی برخلاف ملی منافع ملی افغانستان نه، حالی که مولانا گفت دیگه خیامی قانون شد. خب مولانا سبب بگو بکش ماده قانون اساسی را که خیانت ملی را که تعریف کرده چی است او، یا در قانون اگر خیانت ملی تعریف شده و مورا میال تطابقت بته، شما و مولانا سبب برن کرزی سبب باعث خیال ملی خیلی معرفی کنه. پس اظهار نظر در حمایت از دشمنان مردم افغانستان چی نوع جرم است آقای زازایی؟ اظهار نظر در حمایت از دشمنان مردم افغانستان یا در کل همدلی با دشمنان مردم افغانستان چی نوع جرم است؟ شما مقنن هستین. من میگم که اول شما، ما گفتم نه، اول ما می در مردم افغانستان متاسفانه سیاسون افغانستان از ما گرفته تا همگی قوه تحلیل گپ یک آدم ما صحیح نداره، درست نداره. اگر شما باز میگین که سیاسفید میکنیم، خب ما براتون پیشنهاد کردم برین امرای کرزی صاحب بشینین، یک مسابقه اختصاصی کنین، امرایشان گپ بزنین که او گپای خودش بر تحلیل بکنه. ما خوایندش نیستم ما تحلیل گپای زور و یا دفاع زور برات بکنم. مگر من چی میگم؟ در افغانستان متاسفانه امی گپ است که از زبان یک سیاست مدار یک گپ که این برای باز چهار نفری که دشمنش بوده باشه یا در وقتش امرایش همکار نبوده باشه یا کدام چیزی برش نداده باشه، با زور هر طرف برده میتونه. خود زبان از هر طرف کچ کردن میتونه. اما شما گاهی سر زده این به واکنش های مردم در صفحات اجتماعی نسبت به این گفته های حامد کرزی دیدین مردم چی میخوان از آقای کرزی و چه سوالایی را مطرح ساختند؟ یک سیاستمدار هیچ وقت امکان نداره که 100% مردم یک مملکت قانع بسازه.
آقای مولانا، اگر نظر به حرفهای آقای زازه داشته باشین، چون سوالایی را متوجه شما ساختن، و در کنار از این میخوام بپرسم که فکر میکنین که جواب حامد کرزی با این حرفایش به خانواده های قربانیان نیروهای دولتی، به خانواده های قربانیان مردم افغانستان در جنگ با طالبان چی خواهد بود؟ یک موضوع را واضح بسازم که صحبتای ما صحبتای اپوزیسیونی نیست. صحبتای ما بر بنیاد اظهارات واضح و قاطع آقای کرزی در حمایت از دشمنان افغانستان است. و به ارتباط تعریف خیانت ملی، جناب آزازه سب گفتن، از نظر قانون یکی از تعریف خیانت ملی همسویی با دشمن کشور است. همسویی با دشمنان یک کشور است. اساس قانون اساسی. اساس قانون اساسی. ببینین، شما به یاد ندارین که در بنگلادش آقای کرزی مورد بازپرس قرار گرفت. شما یا به یاد دارین که در همین اواخر در بنگلادش، بنگلادشیایی که در زمان جنگ بنگلادش با پاکستان همکاری کرده بودند، به نحو همسویی داشتند با پاکستان، به اعدام محکوم شدند. مخصوصا رهبرای جماعت اسلامی بنگلادش. جرمشون چی بود؟ جرمشان همسویی با دشمن بنگلادش بود و او بنگلادشی بودن. ببینید، ما عرض ما خدمت تمام سیاست مدارای ما است که ما تایی که برویم فرموده آقای کرزی به کتگوری های مختلف در طالبا، ما یک بار بیایم دمی قریه ما ببینیم که آیا ما را بازکن بر خارجی هستیم؟ اگر طالب افغانی نباشه، جاده صاف کن نباشه، حمایت نکند، طالب خارجی قطعا در منطقه و قوم و خیش و تبار و خاک ما نمیتونه پای خدا بگذارد. ببینین، این چیز واضح است که ما هستیم که خارجی ها را کش کرده میاریم در قریه، سر ناموس ما، سر خاک ما، سر وطن ما، و از مردم هم میخواهیم که از اونا چه بکنن؟ حمایت بکنن. بنابراین ما بدتر میدانم طالب افغانی را به مراتب از او خارجی که این مزدوری میکنه بر از او، او را میاره که مردم افغانستان را بکشه. از نظر ما کاری را که آقای کرزی کرده است، ایره کاری است که نباید به بازخواست بباند، نباید به پرسش بباند. بلی، اگر حکومت هر توانی که با آقای کرزی دارد، ارگ و سفیدار هر توانی که با آقای کرزی دارد، گپی نمیزنند. اما ما از ملت افغانستان میخوام که باید در برابر صحبت های آقای کرزی، مخصوصا خانواده شهدای افغانستان، به جاده ها بریزند و همچی یک سیاست مدار سر جایش بشانند. و خواست دیگرم از حلقاتی که شب و روز در خانه آقای کرزی میروند، یک بخششان مربوط میشن به مقاومتگرا که نامه ها و چهره های مشخص دارند. نمیفهم که اونا با کدام دیده درایی و آیا قتل زمین سوخته کدام نیادشان نمیاد؟ آیا یک اولنگ یادشان نمیاد؟ آیا کشتار مردم بیگناه را بیاد ندارن که به دست طالب صورت میگرفت و امروز هم میرن به پایبوسی آقای کرزی که تعریف از دشمنشان میکنه؟ بیاین آقای کرزی جواب بگوید که خیو صدربانی را خودت کشتی؟ ترورای زنجیره توسط خودت شده است؟ به خاطر که او وقت برادر میگفتی و امروز میگه که بیا یک بخش خاک افغانستان هم در تصرفشان باشد. از نظر ما اولین مسئولیت در اینجا دولت فعلی افغانستان دارد که باید با آقای کرزی تصفیه حساب بکنه. متاسفانه ما هیچ سخن رسمی از رهبران حکومت وحدت ملی، سخن رسمی که کنفرانس مطبوعاتی بگیرن، اعلامیه بدن و بگن کرزی اشتباه کردی و گپت مرادف خیانت ملی است، باید با اون محاسبه بکنه، نشد. رئیس اجرای واکنش هایی داشت. سپاسگزارم آقای مولانا از شما. آقای زازعی، باید با حامد کرزی تصفیه حساب شوه و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد با این گونه اظهاراتش. مولانا صاحب از گپ چی خونه است؟ قاضی القضات خونه است که با سکنن مردم از لحاظ حقوقی در صفات اجتماعی چه از لحاظ صفات اجتماعی خب ما پیشتر بر تشریح کردم. خب 50 نفر بد شه گفته، 100 نفر خوب شه. مردم مثلا ما شما حرفای حامد کرزی نشنیدین گفتین؟ بله، نشنیدین. من گپ خود خلاص کردم، برمیگردیم با شما. حالا همین صحبت های آقای کرزی آماده نشر است، بفرمایید بشنوین، پس تحلیل از شما می داشته باشیم. بفرمایید. طالبان کجا هستند؟ طالبان افغان هستند. اگر افغان هستند، یک قوت افغان می یک جایی رو میگیره. ما مگه افغان هستیم؟ پس دو صورت، اگر ما یک جایی رو میگیریم، ما چه حق داریم؟ اگر ما افغان هستیم، همه ما، یک افغان چرا دیگه افغان میگه تو این جایی رو گرفتن نمیتونی؟
و ما چرا باید به زور امریکا بگیریم؟ حالا با آقای کرزی تصفیه حساب شو آقای خیر شنیدین؟ نه خیر ببینید، من گفتم که تحلیل شما درست نیست. حالا ما تحلیل نکردیم آقای کرزی، هر کس که تحلیل کرده ببین اونا میگن خیلی طالب افغان نیست. آقای مولانا گفتن باید از کدام از کدام قانون تو حکم میکنی که طالب افغان نیست؟ در کدام طالب افغانی را میگم؟ البته با گفته آقای مولانا طالبان افغان بدتر از طالبان خارجی و بیرونی هستند. خب طالبان افغان راه را صاف ساخته برای طالبان خارجی. این خود گپ مولانا است. گپ مرا گوش کن. من مرا گوش کن. عزیز که طالبان شهروندان افغانستان هستند، پس بگذارین حکومت موازی در کنار حکومت وحدت ملی داشته باشین. آقای زازای اگر سوال است، مرا اجازه میدین من باید دوجه بشینم؟ شما دو حکومت میخواین؟ ببین گوش کنین، من خیلی اونجا میشینم، شما اینجا بین که ما شما سوال کنیم. مرا بون که جواب بدین. اگر جواب بده، اگر نه ما اونجا میایم شما بیاید. بفرمایید. خب اجازه بدید که ما گپ بزنم. ببینید روز اول توسط B-52 کی آمد در افغانستان داخل شد؟ کرزی. کتی کی؟ کتی مقاومت کی یاد میکنه؟ کتی مقاومت کی یاد میکنه؟ که حالا میگه مقاومت کدی چرا کتی زو میشینی؟ همین مقاومتی ها در اینجا بود یا کرزی در اینجا بود؟ خب همین مقاومتی ها در اینجا بود، برای B-52 چک چک زده آمد، اما کرزی حکومت گرفت. سی کنن یک طرف قضاوت باید نکنیم. نه ما هر دو طرف نمیکنم آقای زازایی، اینجا اشتباه نباید شما. من سوال میپرسم، من مرا بان که گپ بزنم که سوال میگیری. از روز اول توسط B-52 تو آمدی برای امریکا، تو چک چک زدی، کل گیره تو، اما اگر بم انداخت، اگر بیگناه کشته شد، خواستر از دست تو کشته شد. دیگر روز امرای عظمی کرزی صاحب که حال بعدش میگی، امرای زنمی معاون اول تو بودی، معاون دو تو بودی، در حکومت تو امرای شریک بودی، تا امروز تو امرای دعوا داری. خیلی طور که بود تو چرا در 14 سال امرای حکومت کردی؟ گپ نمی آل. اگر ما شما کلی گپ سر یک نفر میاریم این انصاف نیست. ما طرفداری نمیکنم، گپ خوب نزده، گپ خوب نزده، باز تکرار میکنم گپ خوب نزده. مگرم اگر قضاوت ما یک طرفه میکنیم که یک نفر ملامت است، دیگهش سلامت است، دهی باز ما دفاع میکنم، باز میگم برادر که ملامت خود کلگی ملامت است. طالب کی ایجاد کرد؟ همی قماندان های محلی در قندوز تو بور از مردم پرسان که از دست قماندان های محلی، همی قماندان های که برای مقامت یاد میشه مردم طالب شدن، سلا گرفتن. طالب کی ایجاد کرد دوباره بعد از 2004 و 2005؟ طالب پس نمی بین شما که سر وزارت و سر ریاست جنگ شد، با طالب رفت اونجا بس جنگ شروع کرد. این قضاوت همی هست اگر دو طرفه بکنه آدم. خیلی سپاس از حضور در برنامه. فرصت ما کاملا به پایان رسید آقای مولانا، و در اخیر هم شما خبر کوتاه را ببینید. در سنگاردی هند زندان است که قدمت آن به دوره استعمار این کشور باز می گردد. با گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این زندان مرکزی خدمات عجیب ارائه می دهد و در برابر مبلغ مشخص یک روز افراد را زندانی می کند. مدیریت زندان این شیوه را از تیلانجانا اقتباس کرد و آن را فیلد جیل نامید که مردم در آن به مدت 24 ساعت زندانی می شوند و داوطلبانه لباس زندانی ها را بر تن کرده و غذاهایشان نیز در ظرفهای آهنی مخصوص زندانیان داده می شود. مردم حدود 7.5 دلار آمریکایی پرداخت می کنند تا یک شب را در این زندان سپری کنند.